دهه 20 خورشیدی هنوز به میانه نرسیده بود که سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی با گروهی روبرو شدند که معتقد بود باید به زور اسلحه نظام سیاسی جدیدی را پایگذاری کرد که بنیادی اسلامی داشته باشد. بر اساس اسنادی که به عنوان مانیفست این گروه یعنی فداییان اسلام باقی مونده، هدف اصلی اونها تشکیل حکومت اسلامی در ایران بود. چنانچه گویی 30 سال قبل از انقلاب 57 حال امروز ایران برای لحظه ای به نمایش گذاشته بشه، اما اون لحظه از چشم عامه مردم پنهان بمونه. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. جمعیت فداییان اسلام گروهی سیاسی مذهبی با خط مشی چریکی بود که توسط مجتبی میرلوهی پایگذاری شد. اون بعدها نام خودش رو با این ادعا که از نسل صفویان هستش به نواب صفوی تغییر داد. نواب صفوی بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان صنعتی آلمانی ها در تهران به استخدام شرکت نفت در اومد و بعد از مدت کوتاهی به شرکت نفت آبادان منتقل شد. در اونجا در پی نزاعی که بین تکنسین انگلیسی و کارگری ایرانی رخ داد، نواب صفوی طی یک سخنرانی برای کارگران خواستار قصاص فرد انگلیسی شد و بعد از حمله کارگران به اون فرد و دخالت پلیس، نواب متواری شد و شبانه با قایق راهی بصره و از اونجا به نجف رفت. در نجف در کنار فروختن عطر برای امرار معاش به تحصیل علوم دینی پرداخت. تو همین زمان تو یکی از حجره های مدرسه علمیه قوام کتاب شیعیگری احمد کسروی رو یافت و اون رو مطالعه کرد. تو این کتاب کسروی انتقادهای صریحی از امام ششم شیعیان کرده بود. نواب این کتاب رو به برخی از روحانیون برجسته مثل حسین طباطبایی قمی و عبدالحسین امینی نشون داد و از اونها فتوای ارتداد کسروی رو خواستار شد. قمی بعد از مطالعه کتاب کسروی رو مرتد اعلام کرد، ولی امینی درخواست نواب برای صدور حکم ارتداد کسروی رو رد کرد و از اون خواست که به تحصیلاتش ادامه بده. در ادامه نواب تصمیم گرفت به ایران برگرده تا در صورتی که کسروی بر مواضع خودش اصرار بورزه حکم ارتداد رو در مورد اون اجرا کنه و حتی هزینه سفر نواب رو هم چند نفر از روحانیون از جمله مرجع تقلید ابوالقاسم خویی تامین کردند. نواب بعد از ورود به ایران چند جلسه با کسروی به گفتگو پرداخت که نتیجه دلخواهش حاصل نشد. به همین دلیل نواب به همراه چند نفر از روحانیون جمعیت مبارزه با بیدینی رو تشکیل داد و در ترور کردن کسروی مصمم‌تر شد. در اردیبهشت سال 1324 خورشیدی، نواب صفوی در چهارراه حشمت الدوله تهران با اسلحه به سمت کسروی شلیک کرد. اسلحه بعد از شلیک دومین گلوله از کار افتاد و کسروی از ناحیه کتف مجروح شد که بعد از 3 ماه بهبود پیدا کرد. نواب صفوی همونجا دستگیر شد، اما با پیگیری روحانیون و قرار وثیقه عده‌ای از تاجران معتقد و ثروتمند بازار و همچنین به این علت که کسروی از اون شکایت نکرد، بعد از 2 ماه آزاد شد. نواب بعد از آزادی از زندان طی بیانیه‌ای با عنوان دین و انتقام جمعیت فداییان اسلام را تأسیس کرد. تو این بیانیه هدف اصلی این گروه اجرای احکام اسلامی از طریق شهادت، انتقام و قصاص بیان شده بود. 10 روز بعد از این بیانیه و به عنوان اولین فعالیت این گروه، کسروی که با شکایت برخی مذهبیون به اتهام توهین به اسلام تحت بازپرسی بود، به همراه منشی خودش به دستور و برنامه ریزی نواب صفوی و توسط علی محمد امامی و حسین امامی از اعضای فداییان اسلام در اتاق بازپرسی دادگستری تهران با چاقو سلاخی شدند. نواب که این بار در صحنه ترور حاضر نبود، مخفیانه به شهرهای مختلف ایران سفر کرد و نهایتاً به نجف رفت و رایزنی گسترده‌ای برای آزادی قاتلان کسروی انجام داد.
در نتیجه این تلاش ها مراجع تقلید زیادی از ایران و عراق خواستار آزادی این افراد شدند و حتی نامه ای دست جمعی از طرف جامعه روحانیون فارس هم به دولت ارسال شد که در اون قاتلان رو مجاهدان فی سبیل الله معرفی کردند و خواستار آزادی اونها شدند و گفتند با آزادی اونها شما هم در ثواب کشتن این کافر شریک خواهید شد. همچنین افرادی مثل حسین طباطبایی قمی هم از کربلا به دولت تلگراف زدند و اینطور نوشتند: آقای رئیس الوزراء، طول توقیف متهمین به قتل کسروی موجب بسی نگرانی است و انتظار استخلاص فوری آنها را داریم. در نهایت هم همینطور شد و این افراد آزاد شدند. نواب هم بعد از مدتی به ایران برگشت و به فعالیت‌های سیاسی خودش ادامه داد، فعالیت هایی که به ترورها یا به تعبیر خودشون اعدام های انقلابی دیگه منتهی شد. اگرچه همیشه مخالفت با اسلام از طرف قربانیان بخشی از دلایل اونها برای انجام ترورها بود، اما در مقایسه با ترور کسروی پشت ترورهای بعدی انگیزه های سیاسی بیشتری قرار داشت. اونها بین سالهای 1328 تا 1332 دو نخست وزیر ایران عبدالحسین هجیر رو توسط سید حسین امامی و سپهبد حاج علی رزمارا رو توسط خلیل طهماسبی ترور کردند و سوء قصد نافرجامی رو هم نسبت به حسین فاطمی وزیر امور خارجه ایران انجام دادند. فداییان اسلام با آیت الله بروجردی مرجع تقلید هم به مشکل برخوردند، به این دلیل که بروجردی با سیاسی کردن روحانیت مخالف بود و از فعالیت‌های انقلابی نواب و فداییان حمایت نمی‌کرد. این گروه در مانیفست خودش به نام راهنمای حقایق که به قلم نواب صفوی نوشته شده بود، حمله بسیار تندی به این مرجع تقلید کردند. البته تا حدودی کینه نواب و یارانش از بروجردی به این علت بود که اون ورود این گروه تندرو را به حوزه علمیه قم ممنوع کرده بود و حتی این اختلاف باعث شد زمانی که نواب محکوم به اعدام شده بود، بروجردی هم تلاشی برای نجات اون انجام نداد. با این حال نواب با بسیاری از روحانیون سیاسی در ایران و نجف، خصوصا آیت الله کاشانی و روح الله خمینی، رابطه بسیار خوبی داشت. نواب در ابتدا با جبهه ملی و مصدق هم نظر بود، اما بعدها با اونها سر اجرای احکام اسلام اختلاف پیدا کرد و حتی مصدق رو هم تهدید به قتل کرد و به همین دلیل در ابتدای نخست وزیری مصدق، نواب و تعدادی از اعضای فداییان اسلام دستگیر شدند. نواب بعد از آزادی از زندان در سال 1332 به مصر، اردن، عراق، لبنان و فلسطین سفر کرد و با سید قطب از رهبران اخوان المسلمین و شرف الدین عاملی از روحانیون لبنان دیدار کرد و سخنرانی را در مورد آزادسازی سرزمین فلسطین انجام داد. اینجا بود که نواب باعث آشنایی آیت الله خمینی با اخوان المسلمین و ایده های اونها در مورد اسلامی کردن کشورهای منطقه شد. در ادامه نواب با آیت الله کاشانی هم به مشکل برخورد. اونها سر موضوع اجراء احکام اسلام با هم اختلاف پیدا کردند. آیت الله کاشانی در جواب یکی از نامه‌های نواب که خواسته بود عرق فروشی‌ها تعطیل بشند، با اشاره به اینکه نواب سید تندروی هستش، با عصبانیت گفته بود: اول باید مسئله ملی شدن نفت رو به انجام برسونیم و بعد به این امور برسیم. حتی بعد از 28 مرداد هم نواب صفوی با صدور بیانیه‌ای سقوط دولت مصدق رو یاری خداوند و کاری مردمی توصیف کرد و راه سعادت مملکت رو این دونست که لختی و بیقیدی شرماور زنان و موسیقی شهوت انگیز و قوانین قضایی پوسیده اروپایی جمع بشند و تعالیم و احکام اسلام جایگزین اونها بشند. در ادامه بعد از بازگشت نواب به ایران و ادامه فعالیت ها با گروه فداییان اسلام، اونها حسین علا نخست وزیر وقت رو در آستانه سفر به بغداد برای شرکت در اجلاسی در روز 25 آبان 1334 توسط مظفر ذوالقدر ترور کردند. اما حسین علا جان سالم به در برد و ضارب دستگیر شد و به دنبال اون نواب صفوی و دیگر اعضای مؤثر فداییان اسلام در اول آذر همون سال بازداشت شدند.
فداییان اسلام حتی اعتراف کردند که قبل از کودتای 28 مرداد قصد ترور مصدق را هم داشتند. سرانجام بعد از چند جلسه دادگاه، نواب صفوی به همراه مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی به اعدام محکوم شدند و حکم دادگاه در بامداد 27 دی ماه 1334 به اجرا درآمد. دیگر اعضای جمعیت فداییان اسلام در سال 1345 با نام حزب ملل اسلامی وارد میدان شدند و در سال 1357 هم نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو روی خودشون گذاشتند و حتی امروزه هم محمد مهدی عبد خدایی که از اعضای تشکیلات فداییان اسلام بوده در حال حاضر دبیر کل جمعیت فداییان اسلام هستش که از اقدامات اون میشه به ترور نافرجام حسین فاطمی وزیر خارجه محمد مصدق در سال 1330 و زمانی که 15 سال بیشتر نداشت اشاره کرد. باید حکومت اسلامی فعلی ایران رو نزدیکترین حکومت به باورهای نواب صفوی و گروه فداییان اسلام دونست، چرا که نواب در کتاب راهنمای حقایق به وضوح به این موضوع اشاره میکنه و طرح حکومت اسلامی در ایران رو با جزئیات و دلایل ارائه میده که شباهت زیادی به حکومت حال حاضر ایران داره. نواب در این کتاب اجرای بیچون و چرای قوانین شریعت رو واجب میدونه و خواستار ممنوعیت سینماها، نمایشخانه ها، رمان ها، تصنیف و اشعار و موسیقی غیر مشروع شده. اون همچنین خواستار مبارزه با بیهجابی و اجرای تفکیک جنسیتی در محیط های کاری و آموزشی و اجرای قوانین مجازات اسلامی از جمله حدود شرعی و اعدام بود. اون که فردی غرب ستیز بود با قوانین مدرن از جمله حق رأی زنان مخالف و نابرابری زن و مرد را امری طبیعی و خواست خدا میدونست. هاشمی رفسنجانی هم در مورد فداییان اسلام در صفحات 108 و 109 کتابش به نام دوران مبارزه اینطور مینویسه: در مورد فداییان اسلام از هواداران آنها بودم. شهید نواب صفوی و واحدی با شیوه خاصی عمامه می‌بستند. نواب برای ما مقدس بود و مایه اصلی روحیه سیاسی من شد. احتمالاً همین روحیه سیاسی که رفسنجانی از اون یاد می‌کنه باعث شد تا دستور قتل‌های زنجیره‌ای در زمان قدرت اون بین سال‌های 60 تا 67 صادر بشه و هاشمی رفسنجانی رو به یکی از شرکای قتل عام مبارزان در تابستان سال 67 تبدیل کنه. اما حتی سید علی خامنه ای علاقه شدیدتر و وابستگی عقیدتی بیشتری نسبت به بقیه به نواب صفوی داره و طبق گفته های خودش زمانی که نواب صفوی با عده ای از اعضای فداییان اسلام در سال 1331 به مشهد رفته، فراموش نمی کنم داشت می آمد مرحوم نواب از مهدیه برای بازدید طلاب مدرسه نواب. من طلبه مدرسه سلیمان خان بودم و هنوز نواب نرفته بودم، اما وقتی فهمیدیم که ایشون میخواد بره بازدید طلاب مدرسه نواب ما هم عاشقانه حرکت کردیم رفتیم به خاطر لذت دیداری که از روز قبل که مدرسه سلیمان خان آمده بود هنوز در کاممون بود. خامنه ای بارها عنوان کرده که نخستین جرقه های سیاسی و مبارزاتی رو مجاهد بزرگ شهید نواب صفوی در ذهن من ایجاد کرد. به این ترتیب فداییان اسلام نقش بارزی در ایجاد حکومت اسلامی در ایران ایفا کردند و پایه‌های باورهای پوسیده مسئولان و رهبران حکومت فعلی را در ایران بنیان گذاشتند و به همین دلیله که امروزه نام هیچ گروهی به اندازه نام گروه فداییان اسلام روی خیابان‌ها و میادین شهرهای ایران به چشم نمی‌خوره. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.